من در یکی دو تا جلسه ای که با ایشون داشتم تا قبل از اینکه اون اتفاق در تلویزیون بیفته و من از خودم به اصرار خودم و با اختیار خودم از کارزار انتخاباتی جدا بشم، یه ملاحظه هم بیشتر نداشتم که حضورم به کمپین انتخاباتی ایشون ضربه نزنه. یکی دو تا جلسه ای که با ایشون بود، حالا یکی دو تاش جمعی بوده، یکی دو تاش هم مثلا دو نفره سه نفره بود، من آقای پزشکیان رو در این چند وقت خودش دیدم. یعنی خودش عمیقا یه انسان دیندار باورمند به متون دینی قرآن و نهج البلاغه است و میزان تسلطش هم بر این متون اینقدر زیاده که سخت بشه آدمی پیدا کرد که حتی در بین مذهبی ها بتونه با ایشون برابری بکنه. و در عمق وجودش بعد روایت های متعددی، من شاید هیچ وقت در هیچ دوره ای از انتخابات اینقدر آدم معتبر سالم غیر سیاسی به من زنگ نزده بودن و از من بخوان که هر کاری میتونی بکن برای کمک به آقای پزشکیان. یعنی از کادر درمانی، از پزشکای معتبر بسیار شریف، از دوستان که تو بوروکراسی باهاشون کار کرده بودن، از کسایی که تو مجلس بودن، از کسایی که در بوروکراسی بودن و در همه سالهایی که تو بوروکراسی بودن، حالا آقای پزشکیان رو در قالب نماینده مجلس یا در قالب نایب رئیس مجلس دیده بودن و باهاش تجربه کار مشترک داشتن. و حتی بعد از انتخابات ها مثلا یه دوستی که من خیلی قبولش دارم و اقتصاددانه و بسیار آدم سالمیه و واقعا ایران دوست عزیزیه، هم دیروز یا پریروز بود به من زنگ زده بود، باهاش هم صحبت میکردیم، میگفت ببین محمد، من نماینده مجلس و نایب رئیس مجلسی تجربه نکردم به عمرم که از من بخواد بیا برای مدیران فلانجا کلاس بذار، بعد او کلاس در راستای توسعه باشه، ایشون اقتصاددان توسعه است، و میگفت خود این نایب رئیس مجلس از صبح تا ساعت 5 بعد از ظهر تو اون کلاس بشینه و یاد بگیره و بعد سوال بپرسه. این شما خیلی اصلا من تجربه مشابهی ندارم که کسی گفته باشه یه نماینده مجلس در ایران سر یه کلاس نشسته یه چیزی یاد بگیره. من برام خیلی پدیده جالبی بود، این همه آدم در حاشیه سیاست که برای خودشون در حرفه خودشون در کار خودشون آدمای معتبری بودن و منو میشناختن، تماس میگرفتن و میگفتن که هر کاری میتونی انجام بده برای این آدم و برای پیروزیش در انتخابات. خب حالا در این آدم در عمق وجودش هست که باید در جامعه ایران توافق سازی بکنه. توافق سازی رو اتفاقا هم در سطح سیاسی میبینه هم در سطح اجتماعی. من از اون دو جلسه‌ای که با ایشون داشتم این دقیقا تو ذهنم نقش بسته. ایشون هم میدونه باید بین بخش مذهبی و بخش غیر مذهبی تر جامعه ایران یه توافق ایجاد کنه، یه شکاف اجتماعی عمیقی خورده و مسئول این شکاف حکومته. یعنی حکومته که با تأکید کردن برخی از کردارهاش بخش مذهبی تر و بخش غیر مذهبی تر و سکولارتر شده جامعه ایران رو رو در روی هم قرار داده. پزشکیان اینو دقیق میدونه و میدونه که این دوتا رو باید با هم نزدیک کنه. همزمان میدونه که این ادراک خودم آنه این که ایشون صورت بندی کرده این گزاره ها رو، همزمان میدونه که قدرت سیاسی و ابزار خشونت هم دست اون بخش مذهبی است، نه دست این بخش سکولار، و بنابراین با اونها باید توافق سازی بکنه برای همبستگی اجتماعی در پایین، و همزمان هم به توافق سازی در بالا هم معتقد. بارها هم تو مناظره ها گفتیم که خب من حالا با یه زاویه تئوریک دیگری به یکی از دوستان میگفتم، اون چیزی که نورس و همکاراش در این دوتا کتاب خشونت و نظم‌های اجتماعی و در سایه خشونت درباره ضرورت توافق سازی بین نخبگان و فرادستان
ذکر می کنند و به خطرات فقدان توافق سازی و نبودن اجماع بین فرادستان برای فرایند توسعه رو در اصل یادآور میشن. این آقای پزشکیان ظاهرا به واسطه اون چند سالی که وزیر بوده و حدود 20 سالی که در مجلس بوده اینو درونی کرده، یعنی منطق توافق سازی رو در درون خودش حتی به شکل غیر تئوریکی درونی کرده، بازسازی کرده و میدونه که این توافق سازیه باید صورت بگیره. حالا اگه یه همچین آدمی که دنبال توافق سازیه، دنبال تقابل نیست، در فردای تجربه 27 ساله جمهوری اسلامی که یک بازی نامناسبی با مردم شده رو او تجربه رو هم درک کرده، حتی امروز مثلا من تو جریان های اصلاح طلبی که خودشون یه زمانی دنبال تقابل بودن حرف از توافق میزنن، خب حالا اگر پزشکیان با این روی کرد، خیلی سخته دیگه جمهوری اسلامی بتونه رئیس جمهوری با این سطح از خلوص مذهبی پیدا کنه. ببین پزشکیان خودشه، اصلا اینجوری نیست که فکر کنید میره تو هیئت مذهبی این داره نقش بازی میکنه یا داره کار سیاسی میکنه، این خود خودشه. یا نهج البلاغه خوندنش مال این نیست که حفظ کرده در یه مناظره انتخاباتی ازش حرف بزنه. آدمایی که همجوری عادی هم باهاش حرف میزنن یا باهاش تجربه حرف زدن دارن، خب در مورد امور روزمره رفرنس ذهنیش به همون اندازه که رفرنس به ارجاع به تخصص هست، ارجاع به مثلا دوره‌های تخصصی که در آمریکا و جاهای دیگه گذرونده و سعی میکنه اونا رو به کار بگیره، نظام ارزشی که خودشو باهاش تنظیم میکنه اونه، یعنی اون نظام ارزشی که عدالت یه بخش مهم میشه، تکریم مردم یه بخش مهم میشه و خودش هم میگه من بخشی از شما هم. بخشی از شما هم یعنی حالا یا آدم ها مثلا شما دو تا جلسه با ایشون باشی میفهمین که وقتی میگه من با شما فرق ندارم این یه بازی نیست، یه بازی کلامی نیست، با همین مدل زندگی میکنه، رفتار میکنه و میگم خیلی ها که باهاش زندگی کردن همین بیشگه. حالا من بعید میدونم جمهوری اسلامی بتونه رئیس جمهوری پیدا بکنه که در این سطح توافق ساز باشه. اگه عقلی در حکومت وجود داشته باشه که امیدوارم باشه و بعد از این 27 سال شکل گرفته باشه، حکومت همه توانش رو باید بگذاره تا پزشکیان موفق باشه.